سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به فرشته، خواننده قدیمی قبل از انقلاب و صدایی که خیلی زود رو به خاموشی رفت میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما سنگوله یک کنارش رو هم بزنید. فرشته خواننده قدیمی که خیلی ها با آهنگهاش و صداش هنوزم خاطره دارند، این روزها در آلمان زندگی میکنه. اون با صدای مخملی و خاص خیلی زود طرفدار پیدا کرد و خیلی زود هم کمرنگ شد. فرشته توی سبک خودش بی نظیر بود و بعدها لقب فرشته نمنم بارون هم گرفت. فرشته خواننده پاپ ایرانی، متولد تهران و اکنون ساکن مونیخ آلمانه. به که در نوجوانی ساکن آبادان بود، برای آموزش‌های پیشرفته‌تر موسیقی به تهران بازگشت و در هنرستان موسیقی ملی ایران نزد محمود کریمی به آموزش مشغول شد. او بعدتر با آشنایی و تشویق علی تجویدی راه خودش رو به رادیو و تلویزیون ملی ایران باز کرد. مشوق ایشون در دوران کودکی مادر و مادر بزرگش بودند که مادر بزرگ اون نیز تار می نواخت. خودش گفته از بچگی کارم رو آغاز کردم و در سال 50 اولین آهنگم نمنم بارون، اثر بزرگ لشگری، شعر بیژن ترقی، تنظیم مصطفی کسروی رو اجرا کردم که از برنامه شما و رادیو پخش شد و به راستی قوقایی برپا گشت و مورد توجه مردم قرار گرفت و هنوز هم بعد از گذشت سالها منو به نام فرشته نمنم بارون میشناسن. برای آشنایی با علم موسیقی به هنرستان موسیقی ملی رفتم و با محمود کریمی آشنا شدم و زیر نظر اون به آموختن دستگاه‌های موسیقی و ردیف‌خوانی پرداختم. در اونجا با تجویدی آشنا شدم که منو به رفتن رادیو ایران ترغیب و تشویق کرد. بعد از اتمام دوره هنرستان به رادیو ایران نزد مشیر همایون شهردار رفتم. ایشون بعد از تایید صدا و معلومات موسیقی منو به شورای موسیقی فرستاد که در اونجا هم بعد از تایید اساتید شورا منو با بزرگ لشکری آشنا کرد که ثمره اون خلق آهنگ‌های نمنم بارون، عزیزم گریه نکن، یار من مگه نبود، مگه از سنگ دلم، بایزین زمونه و بسیاری دیگر شد. آهنگ‌ها و ترانه‌هایی رو که یک خواننده اجرا می‌کنه مثل بچه‌های آدمه و آدم نمیتونه بین اونها تبعیض قائل بشه، ولی بعضی از ترانه‌ها به حال و هوای روحی و فکری خواننده در زمان خودش بستگی داره. خانم فرشته گفته من همه آهنگ‌هام رو دوست دارم. در انتخاب شعر و آهنگ سختگیری می‌کنم و همیشه تلاشم بر اینه که بهترین‌ها رو ارائه کنم که آثارم تا همیشه بمونه و هرگز خاموش نشه. خانواده‌ام مشوق من در راه یادگیری موسیقی بودند. الگوی خوانندگی من بانو دلکش و ام کلثوم بودند. از صدای مازیار، شهیدی، فرامرز اصلانی، ویگن و مهرپویانیز خوشم می اومد. همیشه به سینما علاقه من بودم، ولی به دلیل کمبود وقت کمتر موفق به رفتن سینما و دیدن فیلم ها می شدم. ولی خب این دلیل نمیشه که سینما رو نشناسم. برعکس، اون زمان که آهنگ نمنم بارون رو اجرا کردم، پیشنهادی به من شد که میخواستن فیلم بسازن به نام فیلم دختر گیسو طلایی. و چون اون زمان موهای بلندی داشتم، برای همین این پیشنهاد به من شد. اما با خودم فکر کردم و دیدم که برای این کار ساخته نشدم و پیشنهاد رو رد کردم. خانم فرشته گفته من برای بهروز وثوقی و پرویز صیاد خیلی ارزش قائلم. از بانو ایرن پوری بنایی نیز خیلی خوشم می اومد. وقتی انقلاب شد با مشکلات زیادی روبرو بودم. به هر طریق از ایران بیرون اومدم، ولی نه از طریق معمول. در سال 64 از ایران خارج شدم و به آلمان اومدم. البته اوائل انقلاب خواستم خارج بشم که نشد. میخواستم به آمریکا برم، اما الان در مونیخ زندگی میکنم و طی این سالها که در اینجا هستم 5 آلبوم به بازار عرضه کردم که آلبوم آخری پرستوی مهاجر نام داشت. خانم فرشته گفته از دلکش و ام کلثوم الگو برداری میکردم. خانم فرشته در سالهای 1350 تا 1357 در ایران ترانه های بسیاری از آهنگسازان مشهور چون بزرگ لشکری، جهانبخش پازوکی، همایون خرم و تورج شعبانخانی اجرا کرد.
او بعد از انقلاب 57 ایران در سال 1364 از ایران خارج شد. او پس از خروج از ایران دست از کار نکشید و به انتشار چندین آلبوم و برگزاری کنسرت مبادرت کرد. از آخرین آلبوم های وی میتوان به پرستوی مهاجر که با 10 ترک بود نام برد که سال 2013 منتشر شد. وی که در نوجوانی ساکن آبادان بود برای آموزش های پیشرفته موسیقی به تهران اومد و در هنرستان موسیقی نزد محمود کریمی به آموزش مشغول شد. او بعدتر با آشنایی و تشویق علی تجویدی راه خودش رو به رادیو و تلویزیون ملی ایران باز کرد. سرشناسترین و نخستین ترانه او نم نم بارون امشبه که در سال 1350 از برنامه شما و رادیو پخش و به سرعت اون رو بر سر زبون ها انداخت. این ترانه از سروده های بیژن ترقیه که تنظیم اون رو مصطفی کسروی بر عهده داشت. ترانه نم نم بارون امشب به عنوان ترانه سال 1350 نیز برگزیده شد. از جمله ترانه های معروف این خواننده به دیگه دنبالم نیا، عزیزم گریه نکن، چون و چرا، گل سرخ، مگه از سنگ دلم، یار من، شهر خالی، گوشه میخونه، حدیث عشق، چرخ و فلک، عزیز سختگیر، کفتر چاهی، دنیایی از غم، چه کنم، غریبه، کاغذای رنگی، پرستوی مهاجر، امان امان، سنگ صبور، چشمهای تو و غیره میتوان اشاره کرد. در ادامه نظر شما رو به دیدن عکسای این خواننده جلب میکنم. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه های ما علاقه مندید میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.